امروز میخوام براتون این سوپ خوشمزه رو درست کنم. تو مرحله اول یه دونه پیاز با دو تا گوجه رو میذاریم توی آب که قشنگ بپزن اینا. یادتون باشه قبل از هر کاری شما باید چاقوتون رو تیز بکنید. مهم نیست کیفیت چاقو چی باشه، بهترین چاقو هم کند میشن. برای اینکه کیفیت چاقوتون توی بهترین حالت بمونه هر بار باید چاقوتون رو تیز بکنید. اینا رو میندازم تو آب که بپزه. بریم رو گاز. آخ 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 چیکار میکنم؟ یکم دیگه آب بیارم. خب بریم سراغ برش بقیه سبزیجات. بریم سراغ خرد کردن کلم پیچ. این قسمت نگاه کنید، این قسمت سفتش رو جدا میکنم چون به دردمون نمیخوره و توی یک جهت دقت کنید با ضخامت نازک و آروم و با تمرکز برشش میدم. این از این، همین مقدار کلم نصفش برای ما کافیه. بریم سراغ هویج. خب این تیکه رو همیشه میبرم که از اینجا که صافه بشونمش که دیگه تکون نخوره. اول نوارش میکنم این شکلی، بعد خلال و بعد مکعب. یه دونه هویج، این اون عبادیه که ما میخواییم. این هم از این. بریم رو گاز سراغ پیاز و گوجه. نیم ساعت داره میپزه، بیاریدش بیرون. بیاریدش بیرون اینا رو. این هم از این پیازه. خب حالا میخوام اینا رو پوره بکنم، اما قبل از پوره کردن اون قسمت ریشه گوجه ها رو جدا میکنم. اینا رو میگم پوستشم میخوام، چون ترشی ناشی از پوست گوجه خیلی توی طعم سوپ ما تأثیر داره. یه دو ملاقم از همین آب جوشی که اینا توش جوشیدن رو میریزم. یک که به پوره شدن کمک بکنه، یکی دیگه حالا خوب پورش میکنم. هیچ تیکه‌ای چک بکنید که هیچ تیکه‌ای سالم نمونه توش. خب تمام، بیاید قبل از اینکه بریم بریزیمشون رو گاز یه دونه سیب زمینی هم ور میدارم دقیقا به همون ابعادی که هویج رو برش دادم، اینم تو همون ابعاد برش میدم. خیلی سوپ ساده‌ایه و در این حال جدیده، خیلی خیلی هم خوشمزه است، عاشقش میشید. اینا اول برش های نواری، بعد برش های خلالی و بعد این هویج. این اون چیزیه که میخوایم. تمومه، همه چی آماده است. بریم رو گاز. سیب زمینی،
هویج، کلم ها، پوره پیاز و گوجه، نخود فرنگی و یه چند تا آب لیمو. اگه آب قوره هم داشتید، آب قوره هم خیلی خوشمزش میکنه. پودر سیر، نصف قاشق فلفل سیاه، نصف قاشق هم نمک. البته از نصف قاشق بیشتر بریزید، چون یه قاشق بریزید، چون که هم هویج هم گوجه و هم پیاز خیلی شیرینه و من فکر میکنم که در ادامه باز هم ما نیاز داشته باشیم که نمک بذاریم. این از این میره برای خودش تا زمانی که قشنگ جا بیفته. درش هم نبندید، همینجوری. یه سس خیلی خوب درست میکنیم. تقریبا یک ساعته که سوپ ما داره میپزه. من به اندازه 25 گرم کره رو میندازم توی یه دونه ماهیتابه، به اندازه یک قاشق سرخالی آرد الک میکنم توش، خوب مخلوط میکنم تا قشنگ یه دست بشه. قشنگ میذارم یکم بجوشه تا حبابای ریز، حرارت خیلی کمه ها، و تا زمانی که داره میجوشه من یه کوچولو تخم گیشنیز رو آسیاب میکنم. من به اندازه یه قاشق چای خوری. بوی تخم گیشنیز رو که حس کردید بری زیرش تو سوپ، نگاه کنی چه چیز باحالی شد. بریم. تقریبا فقط یک روب دیگه ما بتونیم سوپ رو بکشیم. توی 5 دقیقه آخرم آب لیمو رو بهش اضافه میکنم. میبینید قولا دیگه قولای سنگین شدن، یعنی اونجا افتادگی رو داره. آب لیمو میریزم توش، هر چقدر دوست دارید. من مثلا 2 تا لیمو میریزم، بعد دیگه میتونید برای سرو بغل بشقاب بازم لیمو بذارید. یه تست مزه میگیرم برای نمک و ترشی، بعد میریم که بکشیم. وای حرف نداره، چقدر خوشمزه شد. وای یه بوی داره، بوی لیمو و اون تخم گیشنیزی که آخر اضافه کردیم خیلی باحاله. من یکم پنیرم گذاشتم رنده میکنم روش، من خیلی دوست دارم پنیر روی سوپا، همچنین ماست سفت و در نمافته چکیده رو روی سوپ خیلی من دوست دارم. میتونید این کار بکنید، میتونید پنیر موزارلا بذارید، پنیر خامه ای حتی بذارید. من یکم پنیر گودا فکر کنم توی یخچال داشتم. وای سوپ جدیدی هم هست. بذار اینو بگیرم دستم، اینجا بکشم، حالا بعد اطراف کاسرم تمیز میکنم. وای چه بوی خوبی داره. و یکم هم پنیر رنده کنم این گوشه، با دست بریزم روش.
کمه نه؟ بذار یکم دیگه بریزی دیگه من برای خودش نریزه برای کی بریزه یه چند تا چیکم آب لیمو تمام در می راحتی میتونید با نونم سرو کنید نون توست بکنید برای بغلش عالیه نگاش کنید یکم من اینا رو بذارم این بر نه سوزم چقدر همه چیش انداز است فلفلش نمکش لیموش عطر ادویهش مقدار پختش حتما حتما قبل از اینکه هر سوپی رو سرو بکنید قبلش باید تست مزه رو بگیرید امیدوارم که حال شورده باشید